گویی که این نقطه و این چهارراهی یکی از اساسی ترین و مهمترین چهارراهی ها و نقاط شهر کابل حساب میره، اما روزمره دیده میشه که وضعیت اینچنینی داره و کمتر راننده با فرهنگ شهرنشینی و ویژه فرهنگ رانندگی آشنایی دارند. چهارراهی به چند چیز تنظیم میشه؟ چهارراهی به سه چیز. چی و چی؟ پلیس ترافیک، سیگنال‌های برقی. اینجاست که در این شهر کوچک روزانه ده ها جوان آرزوی گرفتن جواز رانندگی را دارند. پشت درهای مدیریت ترافیک شهر کابل صف می کشند و به نوبت می خواهند لایسنس بگیرند. خب هر کدامش صاحب رانمایی خود داره، کدامش صاحب خود خود داره. گرفتن لایسنس هم ظاهرا مراحل گوناگونی دارد. مریضی عجل. از کورس یک ماهه نظری تا آزمون دو مرتبه عملی. این برادرای گل امروز درس ما شما راجعه با چاره ایستند. در صنف نظری درس های از قانون و مقررات ترافیکی را یاد می گیرند. اول کیستن؟ پلیس ترافیک. اونو پلیس وقتی که دروار با چاره می رسد. هر متقاضی لایسنس باید اینجا بیاید و کتاب قانون و اصول ترافیک را یاد بگیرد. بعد اینجا هم نزد آمر لایسنس استاد جیلانی امتحان نظری بدهد. نه و خطا نشو. مثل که او روز جواب دادی یا تو جواب بده. تا دو دلیواری چی بود؟ احتیاط دائمی. احتیاط دائمی. چند هدف داشت؟ سه هدف. کدام کدام؟ یکی متوسط. اگر شانس با او بود و درس خوانده بود که کامیاب می شود و دست و پر وارد مرحله عملی می شود، و اگر هم که نه، زبان خشک و دست خالی به خانه برمی گردد و مجبور است که باید باز بخواند و باز بخواند. نه نه برو دست بخواند، برو بخواند، برو. ای کابل ننداره است، جایی که بیشتر از ده ها جوان هفته دو بار می آیند و آزمون عملی را می تن. اما بر بسیاری از جوان ها گذشتن از آزمون عملی مثل گذشتن از هفت خانه رستم است. مجبور هستند که دو امتحان را باید سپری کنند. یک امتحان گذشتن از خط فرضی و امتحان دوم هم سپری کردن موتر رنجر پلیس. اینجا هم جوانانی که کامیاب آزمون نظری هستند می آیند و می خواهند مرحله آخر آزمون را طی کنند، بی خبر از آن که برای بسیاریشان سپری کردن آزمون عملی مثل گذشتن از هفت خانه رستم است و برای بسیاریشان هم مثل آب خوردن آسان. برن بچه دیگه یک شنبه تمرین کنیم بیاییم. اول باید از خط فرضی موتر را عقب برانند. تایرهای موتر نباید از دو خط داده شده بیرون بگذرد، ورنه تاب و تلاش هایشان به خاک یکسان خواهد شد. شما در امتحان گاراژ کامیاب شده نه؟ کامیاب شده. بینال میرین اونجا سر جلو و موتر میشنین؟ بله. کشترینگ حاکمیت دارین ندارین؟ یکی و یکی بوده و درسخانه که یاد گرفته بودین طریقه استاد شدنه. بعد از مرحله خط فرضی یا آزمون ریورس، اینجا در آزمون گیر پشت فرمان رنجر می نشینند و امتحان می دهند. سر قطار آقا به اساس نوبت بین یک نفر به موتر بالا شویم، یکی پشت جلو دیگه پیشتر. راندن موتر رنجر از سخت ترین آزمون هایشان است که باید موفقانه سپری کنند تا لایسنس بگیرند. اگر کسی از این دو امتحان موفق شد، وارد مرحله اداری برای توزیع لایسنس می شوند. اما اگر کسی از آزمون ناکام براید، نه لایسنس است و نه شوق پیروزی. دل ما در اونجا درد میکنه که ما یک لک افغانی مصارف برق اداره ترافیک تحویل میده به دولت و آخرم راننده ما او را یک دریور بی تعلیم و بی تربیه که تعلیم داشت تربیه نداشت و چراغ سرخ مد نظر نگره و عبور بکنه و یا از اشاره پلیس ترافیک پر عبور بکنه.
گفتم بازم از پیشان راضی نیست. مل پاسوال الهاج اسدالله 3 سال میشن که مدیر ترافیک کابل هستن. خوب بلد هستن و خوب دیدن رفت آمد تعداد زیاد از جوانایی را که اینجا لایسنس گرفتن و برشان اجازه رانندگی دادن. سوال اساسی اینجا مطرح میشه جناب مدیر صاحب که کسایی که لایسنس میگیرن و یا به اصطلاح جواز رانندگی چقدر با فرهنگ شهری عادت دارن و چقدر مراعات میکنن که به قانون ترافیک به اصول ترافیک خودشان را بلد بسازن؟ خب یک امر مسلم است که واقعیت سال از سال روزی از روز هموطنان نهایت عزیز ما بخصوص جوانان ما رعایت قواعد و مقررات ترافیکی را بالای خود تطبیق میکنن و تا ای که باعث پایین آوردن در گراف حادثات ترافیکی ما شده. در این هفته که گذشت تقریبا 2 روز شما خدمت شما میگم که ما یک حادثه خساری مالی هم نداریم. این در خود مرکز با 14 ولسوالی شهر کابل هست. این دیگه که ما این خودش نمونی از این برای ما میگه که هموطنان ما قانون من شدن قواعد و مقررات ترافیکی را بالای خود تطبیق میکنن تا ای که در گراف حادثات ترافیکی ما کاهش به عمل آمده. تال جریمه را خصوصا جریمه نقدی را بر کسایی که تخلف میکنن در قسمت فرهنگ رانندگی شما تعیین کردین و میپذیرین که شمار زیادی از کسایی که این تخلف میکنن از طرف شما مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرن؟ خب شما میفهمین که تخلف هست که پلیس است. بارها شده که ما خودم دیدیم خصوصا از طرف شب راننده هایی که از چرایی ها مثلا چراغای سرخ بوده گذاشتن یا حتی چراغ زرد دو چرایی که حداقل پلیس ترافیک بوده یا پلیس ترافیک نبوده ولی از طرف پلیس ترافیک هیچ مورد توجه قرار نگرفتن. خب بعضا امکانات داره که در بعضی حالات همین گپ صورت گرفته باشه ولی دوامدار پیگیر حتی آمرین بخشا خودشان در چاره استاد میشه. ما خود ما دوامدار استاد میشیم. یه پرنگ امشالا که عادی نمیشه. همه مردم ما از این طوری که با ما حرکات سیگنال حرکات خود تنظیم خود کرد. اما رانندگی و آمد و شدهای ترافیکی آیا تنها زندگی جوانان را در خود فرو برده؟ امروزه بله، اما چه بسا افراد هستند که گذشته حال و آیندهشان را وقف مسائل ترافیکی کردند. مرد است که در چشمایش آرزوهای جوانیش را میتوان خواند. آوان جوانیش را تا امروز در گیرودارهای رانندگی و ترافیکی سپری کرده. ازش حتی من حیث شخصیت مثبت سال هم نام برده شده. سراغ ترافیک رفتیم که جوانیش را وقف جاده و جار و جنجالهای کاریش کرده. از صبح تا شام فقط سوت می زند. با دست، با پا، با بدنش کار می کند. انرژی و توانایی در رگ رگ جسمش جا گرفته. آشفتگی در سر و صورتش براحتی چشم هر بیننده ای را خیره می کند. نه آفتاب تموز می شناسد و نه هم سرمای زمستان. رفیق راننده هاست. هیچ راننده ازش دلخور نیست. این مرد صبور ترافیک 4 رایی شیرپور شهر کابل است. صبور که زحمات زندگی را صبورانه قرد می کند روی جاده می ایستد، گاه به اشپلاق زدن و گاه هم با کشیدن آواز نظم جاده را برابر می کند. حالا نهادهای جامعه مدنی و مبارزه با فساد اداری به او لقب مرد شفاف سال را دادند.
قسمی که برای شما هم معلوم است، برای تمام امشاری محترم صبوری بسیار یک آدم فعال، کارکن و زحمت کش است. کسی است که از صبح تا به بیگاه بدون کدام خستگی عرق می ریزن و زحمت می کشن، در خدمت مردم می باشن. اینا هیچ وقت احساس خستگی نمی کنن، همیش که من بسیار فعال و اکتیف در وظایف خود می باشن، چون به مو اساس اینا این مقام هم گرفتن و به اونجا دعوت شدن و از اینا به اصطلاح تشویق شدن و اینا این مقام از آن خود کردند. صبور مرد کارکشته است که پس از سالها کار خستگی ناپذیر شفافترین مرد سال شناخته شده است. صداقت و پابندی در کار و مبارزه با فساد اداری دو ویژگی هستند که لقب شفافترین مرد سال را به کارنامه صبور افزودند. مراعات کردن اشارات ترافیک، احترام گذاشتن به اصول و قواعد ترافیکی، برخوردهای انسانی و احترام گذاشتن به عابرین در پیاده روها، داشتن جواز رانندگی و جواز سیر هنگام رانندگی، نانداختن وسایل باطله مثل پست میوه و بوتل آب را که نوشجان میکنین، نانداختن آب دهن بیرون از موتر، هارن نکردن های بیجا، استفاده نکردن های تلفن همراه یا موبایل هنگام راندن موتر، داشتن سرعت مناسب هنگام رانندگی و ده ها مورد دیگر از اصول هستند که شما میتونین هنگام رانندگی باید و باید متوجه باشین. پس اگر شما متوجه این نکات هستین، لطفاً و لطفاً این موارد را با دیگر جوان ها هم در میان بگذارین و حق شهروندی تان را ادا بسازین. فراموش نکنین سرعت زیاد استقبال از مرگ است. تا بعد، شب بخیر.